سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. از اونجایی که دوستان زیادی به تازگی به ما پیوستن، باید بهتون بگم که ما هر چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت ایران یک اپیزود جنایی منتشر میکنیم که معمولا در مورد داستانش صحبت میکنیم، نظریه پردازی میکنیم، در مورد تئوری‌های مختلف حرف میزنیم. من داستان رو روایت میکنم و بهرام هم به عنوان یک مخاطب کنار من نشسته. سوالا و چیزایی که توی ذهنم میاد و میگم میپرسم. آره دقیقا. و موضوع این هفته هم جالبه، از کشور روسیه است و در مورد یکی از پرکارترین قاتلهای زنجیری روسیه قراره صحبت کنیم. ولی میدونم از اونجایی که بعدش یه تعداد از شما مینویسید که در مورد زودیاک، در مورد تدباندی صحبت کن، اونها را هم داریم ولی منتها، چون اونها محتوای زیادی در موردش هست، جزئیات زیادی هستش، زمان زیادی میبره که تولید محتواش انجام بشه. پس با هم بریم داستان امروز رو شروع کنیم. الکساندر یا همون الکس در 9 آوریل سال 1974 در مسکو به دنیا اومد. زمانی که کمتر از 9 ماهش بود، پدرش الکس و مادرش ناتاشا رو برای همیشه ترک کرد و الکس هیچ وقت پدرش رو نشناخت و اصلا نمیدونست کیه. بعد از اون مادرش رفت با یه آقای ازدواج کرد که اطلاعات زیادی هم در مورد پدرخونده الکس وجود نداره و اینها بعد از ازدواج نقل مکان کردن به جنوب مسکو. یک پروژه عمومی بود که یه سری خونه ها ساخته بودن برای افراد کم درآمد که بتونن کرایه کمتری بدن و زندگی خوبی داشته باشن. ولی خونه ها کوچیک بود. مثلا یه دونه اتاق خواب داشت، یه دونه اتاق نشیمن داشت و یک آشپزخونه که معمولا همه خانواده ها از اتاق نشیمن به عنوان اتاق خواب استفاده می کردن. و الکس قبل از اینکه خواهر خوندش کاتیا به دنیا بیاد اتاق خواب داشت، ولی بعد از اون بهش گفتن که شما تشریف مشرفت رو ببر و توی اتاق نشیمن بخواب و همونجا بود دیگه، اتاقش بود، استفاده میکرد و زندگیش رو داشت. یه پارکی هم نزدیک خونهشون بود که 6 دقیقه فقط راه بود به اسم پارک بیتسا. این پارک بیتسا پارک خیلی بزرگی بود، یعنی 2700 هکتار بود، یعنی اصلا فوق‌العاده بزرگ بود. به خاطر اینکه بزرگم بود قابل کنترل هم نبود و مردم زیاد در مورد این پارک حرفای خوبی نمی زدن، یعنی می گفتن هر جور اتفاق ممکنه توی این پارک بیفته. ولی با وجود این اتفاقا و هوای خیلی سردی هم که توی مسکو بود، مادران بچه های کوچیکشون رو می آوردن بیرون از خونه و می بردن توی همین پارک، چون احساس می کردن که بچه ها احتیاج دارن کم نفس بکشن. آره دیگه، خونه ها حتما خیلی کوچیک بوده دیگه. خیلی کوچیک بوده، برای همین می آوردن بچه هاشون رو برای تفریح می آوردن توی پارک. توی زندگی الکس تا 4 سالگی همه چیز نرمال بود، یعنی کاملا مثل یک بچه عادی بود تا زمانی که 4 سالش شد و سال 1978 بود. توی یکی از همین بیرون رفتنا الکس با مادرش رفتن توی پارک و مادرش الکس رو سوار تاپ کرد و این شروع کرد به تاپ خوردن. رفت اومد، رفت اومد، سرعتش هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا اینکه از تاپ افتاد. بلا فاصله که از تاب افتاد از جاش بلند شد و تابی که رفته بود برگشت محکم خورد به پیشونی الکس و الکس رو انداخت. و ظاهرن مادرای روسی هم مثل مادرای ایرانی نکردن این بچه رو ببرن دکتر، از درمانهای خانگی استفاده کردن، از درمانهای خانگی استفاده کردن، وکس گذاشتن روی پیشونیش و شاید به ظاهر الکس درد فقط کوفتگی داشت ولی روی پیشونیش سیاه شده بود، ولی مادرش بازم اینو دکتر نبرد. بعد از این ضربه رفتار الکس کلن تغییر کرد، یعنی یه بچه دیگه بود شد یه بچه دیگه، یک بچه 4 ساله‌ای که فوق‌العاده پرخاشگر بود،
فوق‌العاده خشن بود، فوق‌العاده عصبانی می‌شد، ولی مادرش انگار نمی‌فهمید که این چه مشکلی داره. حتی الکس رفت مدرسه و توی مدرسه نمیتونست درست مثل بچه های دیگه همه چیز رو یاد بگیره، نمیتونست درست حرف بزنه و مادرش میکرد که این یه مشکلی داره، این انگار که یه ذره عقب موندگی داره و نمیتونه خودش رو به بچه های دیگه برسونه و به خاطر این رفتارش که انقدر توی خودش بود و با بچه ها صحبت نمیکرد باعث شده بود که بچه های قلدر مدرسه هم حسابی کتکش بزنن، حالا چه جسمی چه روحی، گاهی وقتا حرفای خیلی زشت بهش میزدن، لقبهای خیلی بد بهش میدادن و این الکس رو خیلی عصبانی تر میکرد، پرخاشگرتر میکرد و با اون بچه ها هم نمیتونست درگیر بشه. برای همین مادرش تصمیم گرفت، گفت که اینو من ببرم این مدرسه دیگه، این نمیتونه با بچه های عادی باشه. برای همین بردش به مدرسه ای که بچه هایی که اونجا بودن که اختلال یادگیری داشتن و چیزی که من خوندم این بود که اینا فقط ظاهرن بچه هایی نبودن که اختلال داشتن، یه ذره مثلا عقب موندگی داشتن، معمولا بچه هایی که درس نمی خوندن، بچه هایی که حالا دزد بودن، بزهکار بودن، توی اینجا بودن و الکس داشت با اینها بزرگی میشد. یعنی به غیر از دانش آموزای خوب دیگه هر دانش آموز دیگه اونجا بودن. آره، فقط صرفا کسایی نبود که کم توان باشن، که بگیم مثلا بچهای عادی ان کم توان. بچهای مثلا به قول خودمون که میگن یعنی مثلا استثنایی میشن، یعنی بچهای استثنایی. آره، فقط بچهای استثنایی نبودن. این مدرسه ای بود که برای کسایی بود که کلا درس نمیخونن. آره، نظامشون اینجوری بود. الکس مدت رفت توی این مدرسه تا اینکه پدر بزرگش یعنی پدر ناتاشا از این داستان فهمید و گفت که این رفتار درستی نیست، تو چرا فکر میکنی الکس یه بچه کم توانه؟ به نظر من خیلی باهوشه. برای همین الکس رو از خونه ناتاشا آوردش بیرون و برد که الکس با خودش زندگی کنه، یعنی الکس رو برد پیش خودش. یک کاری که این آقای پیرمرد کرد این بود که الکس رو بعد از مدرسه با خودش میبرد توی پارک. توی روسیه ظاهرا مثلا ورزش شطرنج خیلی معروفه، خیلی محبوب بین مردم، مخصوصا بین پیرمردها، کسایی که سنشون بالاست. برای همین این آقای پدر بزرگ الکس رو به خودش میبرد، بهش شطرنج آموزش داد و الکس هم خیلی سریع یاد گرفت، یعنی انگار مثلا یه هوش عجیب و غریب داشت توی شطرنج و میرفت با کسایی بازی میکرد که چند سال بود داشتن شطرنج بازی میکردن و همه اینها رو میبرد. یعنی مثلا اون هوشی که داشته رو به حساب توی درس استفاده نمیکرد، توی شطرنج قشنگ نشون بده. آره، چون میگه مثلا توی شطرنج باید استراتژی بچینی، باید مثلا هدف داشته باشی، فکر مثلا چیت باید بالا باشه، حالت استراتژیت باید قدرت استراتژی، فکر آره. استراتژی داشته باشه. آره، و حتی میرفت با پیرمردها بازی میکرد، اونها رو هم میبرد و حسابی احساس قدرت میکرد و پدر بزرگش میگفت دیدی این بچه باهوش بود، اما این زندگی خوب الکس انقدر دوامی نداشت. زمانی که 15 سالش بود پدر بزرگ محبوبش فوت کرد و الکس مجبور بود دوباره برگرده پیش مادرش. همینم باعث شد که شروع کنه به الکل مصرف کردن و ودکا میخورد پشت ودکا. میرفت توی پارک ودکا مصرف میکرد و شروع میکرد به شطرنج بازی کردن و وقتی ودکا میخورد انگار قدرتش بیشتر میشد، بیشتر میتونست تمرکز کنه، بیشتر میتونست بقیه رو توی بازی ببره، در صورت که اگر آدم های عادی ودکا میخوردن حتی چشماشون نمیدید و این مسئله الکس رو هیجان زده کرده بود. یه تفریح جدید هم برای خودش درست کرد، اومد یه دوربین خرید، دوربین میداد دست یکی از بچه ها فیلم میگرفت و خودش شروع میکرد بچه های کوچیکتر رو اذیت کردن و مثلا یک بار اومد یه بچه رو از پا آویزون کرد و میخندید، میگفت که من تو رو الان میندازم، تو الان میمیری. و طبق گفته های خود الکس این فیلم ها رو میبرد، نگاه میکرد و احساس قدرت میکرد، بهش هیجان میداد.
یکی از کارهای عجیب دیگه که الکس میکرد این بود که خیلی راحت به همه پول قرض میداد. هر کی ازش پول قرض میخواست میداد، اما ازشون میخواست که یه رسید بهش بدن. نه اینکه فکر کنین توی اون رسید مثلا مینویسن که ما اینقدر پول به فلانی قرض دادیم، برای فلان چیز مثلا. آره، توی اون رسید بچه ها مینوشتن که ما زندگی خودمون رو داوطلبانه ترک میکنیم، و بچه ها هم قبول میکردن، این رسید رو مینوشتن و میدادن به الکس و مسخره میکردن الکس رو، میگفتن که این رسید به چه دردت میخوره، میخوای چی کار کنی؟ و الکس میگفت که اگه یه روزی پولم رو پس ندین بتونم شما رو بکشم. دیگه کم کم دوران مدرسهش گذشت، وارد دبیرستان شد، تصمیم گرفت که بره توی مدرسه حرفه‌ای و نجاری یاد بگیره. اما انقدر بهش هیجان نمیداد، احساس میکرد اون ودکا خوردن و اون شطرنج بازی کردن بیشتر بهش حال میده، برای همین هم ترک تحصیل کرد. بعد از اینکه الکس ترک تحصیل کرد، بلافاصله گفتن که آقا پاشو بیا برو سربازی، حداقل سربازی تو بری. ولی به جای اینکه بره مهارت و آموزش نظامی ببینه، بعد از یک مدتی بردنش به یه مرکز روانی نظامی و یه مدتی اونجا بودش. بعد از این که از اونجا آزاد شد و حالا اون مدتش تموم شد، پزشکا و دانشمندایی که اونجا بودن از مادرش خواستن که بره دیدنشون. وقتی رفت دیدنشون، پزشکا بهش گفتن که پسر شما کمک جدی لازم داره، مشکلات روانی خیلی شدیدی داره و این آدم نرمال نیستش. ولی مادرش گفت که نه، شما دارین اشتباه میکنین و پسر من اینجوری نیستش. بعد از اینکه از اونجا اومد بیرون، یک اتفاق وحشتناکی دیگه هم در زندگیش افتاد، اونم این که سگش مرد، و این یک ضربه خیلی شدیدی بود که به الکس زد. در سال 1992 الکس 18 سالش بود، ولی رفتارها شبیه بقیه دختر پسر 18 ساله نبود. مثلا معمولا مهمونی میگرفتن، پارتی میکردن، دنبال دخترها بودن پسرهای تو این سن و سال، ولی الکس اینجوری نبود. به جاش وسواسای دیگه ای داشت. مثلا همه ما توی سن 17-18 سالگی علاقه زیادی مثلا به یه سری خواننده داشتیم، به یه سری فیلم و بازیگر و اینا داشتیم، دنبالشون میکردیم. ولی الکس عکس یه نفر دیگه رو به دیوار خونش زده بود، عاشق یه نفر دیگه بود، اون هم شخصی به اسم چیکاتیلو. درست گفتم؟ بس درست گفتم. چیکاتیلو یه قاتل خیلی بدنام بود توی اتحاد جماهیر شوروی، و این زمان سال 1992 زمانیه که دیگه این آقا رو گرفتن، آقای چیکاتیلو رو گرفتن. از سال 1978 تا سال 1990 آدم کشته، بیشتر از 54 تا زن و بچه رو کشونده توی جنگل، تیکه تیکشون کرده، تجاوز کرده بهشون، حتی بعضی وقتا میگن آدم خورده. در 27 جولای سال 1992 الکس 18 ساله همراه دوستش میکائیل با هم رفتن پارک بیتسا و اونجا شروع کردن به ودکا خوردن، در مورد چیکاتیلو صحبت کردن، موضوع مورد علاقهشون، در مورد اینکه قتل‌ها رو چجوری انجام میده، چیکار میکنه. ولی این موضوع انگار برای الکس جذابتر بود، انگار براش یک موضوع حیاتی بود. همچه صحبت میکردن یا به میکائیل گفت که بیا امروز یه آدم بکشیم و خودمون رو چیکاتیلو فرض کنیم. ولی میکائیل تعجب کرد و اصلا توی مغزش نمی گنجید که یعنی چی الان مثلا آدم بکشیم. فقط تو ذهنش مثلا این بود که آره مثلا یه بحث هیجان انگیز فقط در مورد صحبت کنه، بعد جدیش نمی گرفت. انگار جدیش نمی گرفت. و الکس خیلی از این مسئله ناراحت شد، به قدری ناراحت شد که یه چکش توی کیفش داشت. حالا چرا چکش تو کیفش بوده رو نمیدونیم، شاید از قبل نقشه کشیده بوده که یه نفر رو بکشه، شاید هم میخواسته که همراهش بوده مثلا یه سوژه خوبی گیر آورد بکشه حتما، شاید.
و از پشت به دوستش حمله کرد. یک ضربه نه، دو ضربه نه، 21 ضربه به سر دوستش میکائیل زد و بعد هم کشوندش نزدیک در فاضلاب، انداختش توی سیستم فاضلاب. حالا این که سیستم های فاضلاب اینا چجوریه من نمیدونم، ولی میدونم فاصلش 9 متره از سطح زمین تا اینکه برسه به کف 9 متره و فشار آب خیلی زیاده و اگر کسی حتی زنده هم باشه با این فشار آبی که وجود داره مطمئنن غرق میشه و اینجوری بود که الکس اولین قربانیش رو گرفت. در روزهای بعد گم شدن میکائیل گزارش شد و پدر و مادر میکائیل دنبال پسرشون میگشتن و پلیس هم شروع کرد به جستجو کردن و از یکی از کسایی که صحبت کردن باهاش، بازجویی کردن ازش، الکس بود. باهاش صحبت کردن و الکس ظاهرا خودش رو ناراحت جلوه داد که دوست صمیمیش فوت کرده، گم شده و پلیس هم دیگه پیگیرش نشد و الکس هم خوشحال بود که تونسته اولین قتلش رو انجام بده بدون اینکه کسی بگیرتش یا شک کنه حتی بهش. رفت سراغ دومین قتلش. یه دوست دختری داشت، یه چند روز با هم دوست بودن توی دبیرستان و دختر ترکش کرد رفت با یه پسر دیگه که دوست مشترکشون بود، هم کلاسی بودن با هم، با اون دوست شد و الکس از این مسئله ناراحت بود. یک بار رفت خونه این آقا پسر، چون دوست بودن با هم، همینجوری با هم صحبت میکردن، لب پنجره نشسته بودن و الکس مرده رو هل داد، این پسر رو هل داد و پسر مرد. بعدش هم از خونه اومد بیرون و حتی پلیس دوباره از الکس در مورد این پرونده هم سوال کرد و الکس گفت که نه، من خبر ندارم، نمیدونم چی شده. و بعدها مرگ این پسر خودکشی اعلام شد که خودش از پنجره خودش رو پرت کرده پایین و هیچ کس نمیدونه چرا. ولی الکس دیگه تا 9 سال بعد هیچ قتلی انجام نداد. آیا ترسیده بود از بازجویی ها یا تونسته بود منتظر موقعیت مناسب بوده؟ شاید هم خودشو کنترل کرده بود. الکس در سال 2001 27 سالش بود و در یک مغازه خواربار فروشی کار میکرد. هم کارشون گفتن آدم آرومیه، ولی خب قرار بود که الکس به تعطیلات 9 سالش خاتمه بده و چیزی که منتظرش بود رو شروع کنه. اون رفت به پارک بیتزا با یک پیرمردی که قبلا شطرنج بازی میکرد، رفت شطرنج بازی کرد و با هم دیگه صحبت کردم. بعد از شطرنج گفت که بیا بریم دیدن سگ مردم که توی این پارک خاکش کردم و یه ودکایی به یادش بخوریم و با هم رفتن داخل پارک صحبت کردن. مرده هم خورد، مست شدن و الکس از پشت سر حمله کرد و تا تونست به سر این آقا با چکش ضربه زد. از پشت حمله میکرد چون نمیخواست لباساش خونی بشه و بعد از اینکه سومین قتلش رو انجام داد، آقا رو برد کشید و انداخت توی سیستم فاضلاب دوباره. اینجوری هیچ کس نمی فهمید که اون این آدم رو کشته. در 3 هفته بعد 9 نفر آدم رو به همین شکل و همین شیوه کشت. در پاییز زمستون سرجم توی 6 ماه فقط 5 نفر رو کشت. انگار که توی فصلی مثلا اون چیه قتلش میمده پایین، قریزه قتلش میرفته بالاتر دوباره میمده پایین. آره، ولی احتمال داشته که به خاطر فکر کنم فصل سرما بوده دیگه، گفته پاییز زمستون بوده فکر میکنم، احتمالا به خاطر سرما هم بوده که سرمای زیاد داشته. آره، به خاطر اونم کمتر، شاید به خاطر اون کمتر آدم میمده. به هر جهت 5 نفر رو کشت توی زمستون و پاییز و زمستون و برای خودش یک لیست آماده کرده بود، اون هم لیستی از آدمهایی که میشناخت، انسان منتخب واقعا مثلا
قتلایی که میکرد جالب بود. آدمهایی که میشناخت رو انتخاب میکرد، آدمهایی که باشون شطرنج بازی کرده بود، توی آپارتمانش زندگی میکردن، از زمان پدر بزرگش اینها رو میشناخت. خب نزدیک یعنی... شدن به آدم ها خیلی راحت تره به نظر من. اصلا خودش همین حرف رو میزنه، میگه که برای اینکه من بتونم راحت بهشون نزدیک بشم، به آدم های غریبه من اونقدر نمیتونم راحت نزدیک بشم، اعتماد نمیکنن. واقعا دیگه به آدم به آشنا هم نمیتونه اعتماد کنه. و روشش هم یکی بود، همشون میبرد توی پارک، بهشون سیگار و ودکای مجانی تعارف میکرد، میرفتن توی پارک به بهانه سگ مردش که ببینن، که برن سر خاک سگ مردش، و از اونجا از پشت به اینا حمله میکرد. یک امضای خاص خودش رو هم داشت، اون هم این بود که بعد از اینکه با چکش به سر اینها ضربه میزد و طرف های حالا یا میمرد یا نمیمرد، اون شیشه ودکا رو میکرد توی سوراخ‌هایی که روی سر به وجود آورده بود و میگفت که من از صدای شکستن استخون لذت میبرم و من میتونم اینو تشبیه کنم به اون ضربه‌ای که به سرش خورده که مثلا حالا استخونه اینجاش آسیب دیده. آره احتمال استخونم شکسته بوده. خیلی جالبه. یه افسانه هم وجود داره در این مورد که حالا ما نمیدونیم راسته یا دروغ، ولی میگن در زمستون سال 2001، همون زمانی که قتلاش کمتر شده بود، یک بار الکس به اداره پلیس رفت و گفت که من آدم میکشم. ازش پرسیدن که چرا آدم میکشی؟ گفت همینجوری آدم میکشم، دوست دارم. بهش گفتن که آقای محترم شما مستی، تشریف تو ببر بیرون، و اصلا بهش توجهی نکردن و الکس قتل‌هاش رو ادامه داد. مبلغ ماده یه حرف راستم بزنه، هیچ کی باور نکرده. هیچ کی باورش از این چیزایی که باور نکردن توی پرونده خیلی زیاده. و هفته‌های بعد اون مدام به پارک بیتسا میرفت و آدم میکشت، ولی گزارش مفقودی کم به پلیس میرسی، چون اکثر این آدم هایی که میکشت افراد بی خانمان بودن، افرادی بودن که کسی دور و برشون نبود، بچه ای فرزندی چیزی نداشتن. ولی 8 کیلومتر اون طرفتر از پارک بیتسا توی یک مرکز تصفیه یه سری جسد رسید و این گزارش رو به پلیس دادن و گفتن که ما یه سری جسد پیدا کردیم که احتمال میدیم از راه فاضلابی که توی پارک بیتسا هست به اینجا رسیده. ولی بازم پلیس زیاد اهمیتی نمیداد، انگار مثلا براش مهم نبود که آدم های بی خانمان بودن دیگه، الان هم براش مهم نبود. ببین تعداد این افراد گم شده داشت میرسید به 20 نفر. خب و پلیس اصلا انگار که اصلا این آدم ها اهمیت ندارن، وجودی ندارن، اصلا براش مهم نبود. الکس هدفش از کشتن این نبود که مثل خیلی از قاتلا، مثل خیلی از مجرمین ازشون دزدی کنه، باهاشون رابطه جنسی داشته باشه. نه دزدی میکرد، نه وسایلاشون رو میدزدید، نه هیچی، نه تجاوز. فقط از پشت بهشون ضربه میزد بدون هیچ انگیزه ای، بعد هم مینداختشون داخل فاضلا. ولی خودش میگفت بعضی وقتا که من با چکش به اونها ضربه میزنم یا شیشه های ودکا رو میکنم توی سرشون، ارضا میشم، به اورگاسم میرسم و لذت میبرم از این مسئله. یه مدتی که گذشت دیگه از این شیوه قتلاش خسته شد و گفت که من دیگه این هیچ هیجانی برام نداره. چقدر تنوع دوست بوده. گفت هیچ هیجان دیگه برام نداره، دیگه نمیخوام پیرمرد رو بکشم، میخوام زن و بچه بکشم. ولی خب اونقدر موفق نبود، فقط تونست از این تعدادی که آدم کش 3 تا زن بکشه. در 23 فوریه 2002 الکس ماریا رو در مترو دیدش، اولین قربانی زنی که میخواست بکشتش. دید که ماریا توی مترو نشسته داره گریه میکنه و الکس رفت پیشش، بهش گفت که چی شده، چرا ناراحتی؟ ماریا بهش گفت که دوست پسرم ولم کرده، من باردارم، نمیدونم باید چیکار کنم. ظاهرا در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بوده اینجوری بوده که تو حتی اگر توی مسکو میخواستی زندگی کنی باید مجوز میداشتی و ماریا جز به اون عده‌ای بوده که چون توی شهر کوچیک خودشون کار نبوده مجبور بوده بیاد مسکو زندگی کنه و برای همین مجوز نداشته و غیر قانونی اونجا زندگی میکرده. الکس باش صحبت میکنه و بهش داره ودکا هم میده میخوره و بهش میگه که ببین ماریا من پولی ندارم بهت بدم، اما یه سری دوربین دارم که توی پارک بیتسا خاکشون کردم،
بیا بریم، من دوربینا رو به تو میدم، تو میتونی این دوربینا رو تو بازار سیاه بفروشی و یه پولی به دست بیاری که بتونی این بچت هم به دنیا بیاری راحت. و ماریا میبینه خب پول نقد که گیرش نمیاد، ولی خب اگه بتونه دوربینا رو بگیره از الکس پول خوبی گیرش میاد، برای همین قبول میکنن و با هم میرن به پارک بیتسا. میرن میرسن به یه جای خلوت که تقریبا یه هیچ کسی نبوده. الکس به ماریا میگه که من پشت در فلزی چاه اینا رو خاک کردم، در چاه رو بردار اونجاست. همین که در چاه رو بر میداره، الکس به ماریا حمله میکنه و ماریا رو میندازه توی چاه. ماریا خودش رو به در چاه میگیره و نگه میداره و نمیخواست خودش رو بندازه، ولی الکس شروع میکنه به سرش به ضربه زدن با چکش. اولین چکش رو که به سر ماریا میزنه، ماریا ترجیح میده که خودش رو بندازه پایین توی آب و 8 متر تا 9 متر میفته توی آب سرد و میره. احساس غرق شدگی داشته، ولی شانسش میگیره و یه در فلزی پیدا میکنه، بهش میچسبه تا فشار آب کم بشه. یه چیزی حدود 20 ساعت ماریا توی اون آب سرد و تاریک بوده، تا اینکه آخر میرسه به یه در چاه دیگه ای. هرچی تلاش میکرده در رو باز کنه نمیتونسته، در خیلی سنگین بوده و شروع میکنه به داد زدن. یه رهگذری که از اونجا رد میشده در رو براش باز میکنه و ماریا مستقیم میره به بیمارستان. میره بیمارستان، بچهش خوشبختانه زنده میمونه و مداواش میکنن. پلیس هم میاد بالا سرش و پلیس میگه که ببین فلانی با من هم چی کاری کرده، این منو برده توی پارک بیتسا و به سرم ضربه زده و من فکر میکنم اون افرادی که توی پارک بیتسا گم میشن تقصیر همین آدمه ها. و پلیس بهش گفته که اوکی، مدارک شناسایی تو بده بیاد تا ببینم کی هستی. و ماریا گفته من دارم اینجا غیرقانونی کار میکنم. پلیس هم گفته پس من نمیتونم برات کاری انجام بدم، من هیچ کاری نمیتونم برات انجام بدم. پیگیری هم نکرده، نه میشناخته الکس و ماریا ها، حتی اسمش رو هم بهشون گفته، ولی اونا گفتن نه. به ماریا میگن که تو از شکایتی که از الکس داری منصرف شو، ما هم نمیگیم که تو مدرک غیرقانونی داری و اینجا زندگی نمیکنی. و خب ماریا هم ترجیح میده سکوت کنه تا اینکه از مسکو بیرونش کنن. تو سال 2002 الکس کوچکترین قربانیش رو هم جونش رو گرفت. یک پسر بچه 9 ساله بود که به روش همیشگیش تونست پسر رو گول بزنه، بیاره داخل جنگل، بهش ودکا بده و بعد هم بکشتش. اما یه اتفاقی اینجا افتاد، با یه پسر 13 ساله آشنا شد که اسکیت باز بود و به پسر گفت که بیا بریم توی پارک، من بهت ودکا میدم، سیگار دارم. پسرم قبول کرد، با هم رفتن توی پارک و تا رسیدم به جایی که الکس مورد نظرش بود و حمله کرد به پسر 13 ساله. حمله کرد، به سرش ضربه زد و انداختش توی فاضلاب. اما الکس دقت نکرد، موقعی که انداختش توی فاضلاب، ژاکت پسرش به پسر به فلزی گیر کرد و الکس متوجه این نبود، درپوشو گذاشت و رفت و پسر خوشبختانه توی اون آب سرد نیفتاد. بعد از یکی دو ساعت که متوجه شد که الکس رفته و خیالش راحت شد، از درپوشو برداشت، از چاه اومد بیرون. بلافاصله رفت پیش پلیس و گفت که یکی با من این کارو کرده، من انداخته توی چاه و اینا. پلیس بهش گفت که بوی سیگار میدی، بوی ودکا میدی، تیپ درست حسابی نیست، برو خونتون. و محلش ندادن، هیچ اهمیتی بهش ندادن، یعنی فقط به اون سیگار و ودکا فقط گیر داده، یعنی مثلا فکر نکرده که کسی قاتلی ممکنه وجود داشته باشه. بعد همه اینا هنوز گزارش افراد مفقود شده هم میرسه، اینم دقت بکن، یعنی آدم ها میان میگن که یکی گم شده، یکی اینجوری، یه سری جسد هم رسیده به مرکز تصفیه. من واقعا موندم که یعنی واقعا باید این همه آدم کشته بشن تا یه سری به خودشون بیان. ببین یه چیزی که در موردش صحبت میکردن این بود که به خاطر این بوده که اتحاد جماهیر شوروی داشته از بین میرفته و حکومت جدید داشته روی کار میومده، آدم های درست حسابی کم بودن، یعنی میگم شاید به خاطر این پیگیری نکردن. و بدبخت این پسر بچه یک هفته تمام توی خونه توی استرس توی اضطراب بوده
فکر کنم یه نفر داشته میکشتدش. بعد از یک هفته از خونه اومده بیرون، رفته تو مترو، دوباره الکس رو دیده، چش تو چش شدن و الکس دیده پسر زنده است. این کابوسش رو به چشم میده. بعد دوباره این پسره میره پیش مامورایی که توی مترو بودن و بهشون میگه که ببین فلانی رو میبینین، این بابا میخواسته منو بکشه، من ازش شکایت دارم. پلیسا بهش گفتن برو بچه مسخره بازی در نیار. و الکس از این مسئله ناراحت نبود، خوشحالم بود از اینکه بهش توجه کنن، از اینکه بشناسنش. واقعا خوشحال، یعنی لذت میبرد آدم در موردش حرف بزنه. واقعا یعنی من فکر میکنم که اگر اینستاگرام بود اون دوران، شاید الکسی رو این کارو نمیکرد، میاد یه جور دیگه معروف میشد. در اواخر سال 2003 بود و الکس رسیده بود به 32 قربانیش. 32 قربانیش یه پیرمردی بود که داخل پارک داشت با شطرنج بازی میکرد. بعد از اینکه شطرنج بازی کردن به پیرمرد گفت که بیا با هم بریم داخل پارک ودکا بخوریم. پیرمرد هم باش قبول کرد، رفت و همینجوری صحبت کردن با هم، حرف زدن. بعد الکس به پیرمرد گفت که آخرین آرزو چیه؟ مهمترین آرزو چیه؟ و پیرمرد بهش گفت که آخرین آرزوم اینه که ودکا رو برای همیشه ترک کنم. خیلی خب، حالا چند دقیقه ودکا نخور بعد بکشم. الکس بهش میگه که امروز روزیه که به آرزوت میرسی، و بعد پیرمرد رو میکشه. یکی از اتفاقای عجیب دیگه‌ای که افتاد این بود که یه پیرمردی بود، همسایه‌شون بود، و این پیرمرد راضی میکنه باهاش، میره توی پارک بیتسا، اونجا میرن و با هم ودکا خوردن و اینا. پیرمرد رو میبره، سه بار به سرش ضربه میزنه با چکش و فکر میکنه که پیرمرد مرده دیگه، مسلماً دیگه مرده. پیرمرد جسدشو ول میکنه، یعنی برعکس بقیه نمیندازتش توی چاه. کلاً بی‌حوصله شده بوده دیگه، حوصله نداشته دیگه، ول میکنه و میاد. پیرمرد زنده میمونه ولی حافظه‌شو از دست داده بوده. یعنی دقیقاً جوری ضربه زده که حافظه از دست رفته. بیبی خیلی عجیبه ها، یعنی زده و پیرمرد زنده مونده. الکس رو توی آپارتمانش، تو هم آپارتمانی که زندگی می‌کرده پیرمرد بوده و پیرمرد حافظه‌شو از دست داده بوده. همه کسایی که الکس کشته بود بی خانمان نبودن و یه عده‌شون خوب خانواده داشتن، توی همون آپارتمان الکس زندگی می‌کردن. و کم کم این افراد دیدن خب پلیس کاری نمیکنه، اومدن با همدیگه صحبت کردن، یعنی دور همدیگه جمع شدن. مثلا اون یکی باباش مرده بود، اون یکی داداشش مرده بود، اومدن با همدیگه جمع شدن ببینن که چه وجه تشابهی دارن که این آدم ها از خانوادهشون گم شده، و متوجه شدن که اینا همشون توی یک مکان دارن زندگی میکنن. و همینم باعث شده بود که توی اون شهرکه ترس مردم برداشته بود، میگفتن که آدمه توی این مکانه، توی این داره از این مکان آدم انتخاب میکنه، ممکنه نفر بعدی ما باشیم. یعنی اینقدر دیگه مردم ترسیده، واقعا ترسیده بودن. اواسط سال 2003 بود که دیگه الکس گفت که من دیگه با روشم رو عوض کنم، دیگه خسته شدم، از این به بعد من دیگه جسدا رو نمیندازم توی فاضلاب، از این وجه جسدا رو همینجوری رها میکنم تا یکم معروف شم، یکم مردم منو ببینن، واقعا توجه کنن. در تمام این دوران یک نقطه عطفی وجود داشت، اون هم این بود که الکس یکی از قربانیانی که گرفت یک نیروی سابق پلیس بود، و این مسئله انگار برای پلیس دیگه مهم شده بود که یکی از اعضای خودشون رو کشتن. یه پلیس رو کشتن، دیگه باید بگردن دنبال کسی که داره این کارا رو میکنه. و اومدن حتی یک نفری رو هم گرفتن، به پاش شلیک کردن توی پارک. و الکس از این مسئله ناراحت بود، عصبانی بود که چرا باید یه نفر رو به جای من بگیرم، من آدم کشتم، چرا اون باید مشهور بشه؟ و خودش تعریف میکرد، میگفت که یه بار با خواهرم داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم و در مورد قاتل بیتزا داشتن صحبت میکردن، پارک بیتزا، و خواهرم گفت که این جذاب لعنتی کیه که داره این همه آدم میکشه؟ فقط من دارم خواهر از کجا کلمه جذاب پیدا کرده، این جذاب لعنتی کیه که داره این همه آدم میکشه؟ و الکس میگه که من درونم آشوب بود، میخواستم به خواهرم بگم منم دارم این همه آدم میکشم، ولی خب نمیتونستم بهش بگم.
یکی از بدترین چیزهایی که اتفاق افتاد این بود که الکس یکی از جسدهایی که رها کرده بود توی جنگل و دو روز از مرگ این جسد میگذشت، سگهای وحشی که توی منطقه بودن جسد رو تکه پاره کرده بودن و یک آقای دکتری که داشت با سگش پیاده روی میکرد توی دهن یکی از این سگها یک استخون آدم دید و تشخیص داد که متعلق به آدمه و خب خیلی سر و صدا کرد این مسئله، همه جا در موردش حرف می زدن. روزهای الکس معمولا اینجوری می گذشت، می رفت سوپرمارکت سر کار، بعد بر می گشت می رفت پارک ویتسا دنبال شکار می گشت، اگه کسی رو پیدا می کرد می کشت و یعنی بر می گشت خونه و مادرش ناتاشا براش غذای خونگی درست می کرد و روزهای بعدش هم به همین منوال بود، انگار یه کار دیگه تو زندگیش نداشت. تا اینکه میرسیم به 23 ژوئیه سال 2006، با یک خانومی قرار گذاشت. این خانوم توی سوپرمارکتی که الکس کار میکرد، اسمش مارینا بود، یک مادر مجرد بود و قرار شد که با الکس برن پیکنیک. خانم مارینا قبل از اینکه از خونه بیاد بیرون برای پسر 15 سالش یک یادداشت گذاشت، اینکه من دارم میرم پارک بیتسا، با الکس دارم میرم، شماره تلفنش هم اینه، اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن. و از خونه اومد بیرون، با الکس دست تو دست توی مترو رفتن تا رسیدن به پارک بیتسا. اونجا توی پارک به الکس گفت که حواست به تلفنت باشه، من شماره رو به پسرم دادم که اگه کاری داشت بهم زنگ بزنه. و الکس از این مسئله که معذب شد، تمام مدتی که با مارینا بود به این فکر میکرد که بکشمش نکشمش، اگه بکشمش پسر شماره منو داره، میفهمه لو میرم، ولی من میخوام بکشمش. خودش میگه که ما با مارینا ودکا خوردیم، سیگار کشیدیم و رسیدیم به یک جایی که دیگه هیچ آدمی نبود، هیچ صدایی نمی اومد. مارینا به چشای من نگاه کرد و یک خود دیدم که زد زیر گریه و به هم گفت که تو میخوای منو بکشی؟ و من بهش گفتم که بله، و کشتش، مارینا رو کشت. شب شد، پسر مارینا دید که مادرش خونه بر نگشته، توی تلویزیون هم اعلام میکردن که یک زنی رو توی پارک بیتسا پیدا کردن در حالی که به سرش ضربه خورده و داخل چشمهاش چوب داخل چشمهاش کرده بودن. پسر گفت که مامان من نیست، یه ذره استرس گرفت، شماره الکس زنگ زد. پسر شماره الکس زنگ زد و بعدش گفت که مامان من پیش شماست. الکس گفت که من 2 ماه مامان تو ندیدم. دو ماه ندیدم. و پسره میدونست داره دروغ میگه، چون مامانش معمولا اخلاق رو نداشت. یعنی واقعا الکس عقلم نداشتی؟ عقل نداشته دیگه، یعنی نمیکش دیگه. خلاصه پلیس میاد و اینا میرن جسد رو شناسایی میکنن، میبینه بله مامان خودشه و به پلیس شماره تلفن رو میده و میگه که مامان من هر وقت جایی میخواسته بره مینوشته و الان هم با این آقا بوده. یه اتفاق دیگه هم میفته، این که توی جیب مارینا یک بلیت مترو پیدا میکنن و میرن دوربین های مترو رو چک میکنن و میبینن که خانم مارینا با الکس با هم دست تو دست مثل یک زوج عاشق دارن راه میرن. در 16 ژوئیه سال 2006 از نیمه شب گذشته بود و الکس و خانوادش آماده شده بودن که بخوابن که در خونه شروع کرد به در زدن و این براشون عجیب بود، چون معمولا کسی که میخواست بیاد زنگ میزد. الکس در رو باز کرد و توی راه رو که نگاه کرد پر از پلیس ضد شورش بود که به سمتش نشونه گرفته بودن تفنگا رو و کمتر از 1 دقیقه بعد خونهشون پر شده بود از مامورای ضد شورش. خود الکس میگه با ما مهربون بودن و بهم گفتن که باید بیای برای اینکه چند تا صحبت داریم باید صحبت بکنیم. الکس هم همراهشون شد. ناتاشا مادرش از مامورا پرسید که پسرم چیکار کرده. به ناتاشا گفتن که در مورد یه سری سرقته، ما باید با پسرت صحبت کنیم.
ناتاشا از الکس پرسید که تو دزدی کردی؟ الکس گفت نه، من اصلا دزدی نکردم و الکس رو با خودشون بردن. چیزی که شد در موقع بازجویی الکس رو به دو تا قتل متهم کردن، قتل دو تا زن، یکی مارینا یکی یه خانم دیگه ای، گفتن که اینا رو شما کشتی. الکس گفت که دو تا فقط، مطمئنی من دو تا کشتم، من دیوانه پیتزا هم، اون پارکی که همه دارن در موردش صحبت میکنن، آدم هایی که در موردش صحبت میکنن، من کشتم. پلیس گفت که اوکی 15 نفر دیگه، 15 تا جسد پیدا شده، 15 تا کشتیم. نه بیشتر، برو بالاتر. الکس گفت که این خیلی کمه، من بیشتر از 64 نفر رو کشتم. پلیس باور نمیکرد، میگفت که محاله. همزمان داشتن خونهشون رو هم میگشتن و توی خونهشون توی وسایل الکس یک مقدار روزنامه پیدا کردن در مورد اخباری که مربوط به اون قاتل زنجیره مورد علاقش بود. یه صفحه شطرنج پیدا کردن که روش یه سری ارقام چسبیده شده بود و الکس گفت که من میخواستم به تعداد خونه های شطرنج آدم بکشم و الانم که دیدین فقط دو تا خونه خالیه، من همه اینها رو کشتم. اون کاراگاهی که با الکس مصاحبه میکرد میگفت الکس محتاج این بود که ما بهش توجه کنیم، محتاج این بود که با هیجان به حرفاش گوش بدیم، ببینیم چیکار کرده، چند تا آدم کشته، حتی جزئیات رو یادش بود، ریز به ریز کارهایی که کرده بود و همه چیز رو به خاطر داشت. حافظش خیلی خوب بوده. اصلا حافظش خیلی خوب بوده. گفت برای من آدم کشتن مثل غذا خوردنه، مثل آب خوردن. نه گفت مثل غذا خوردن، اگه شما به غذا احتیاج دارین برای زندگی، من هم به آدم کشتن احتیاج دارم برای زندگی. هم راحت بوده براش، هم اینکه نیاز داشته بهش. نیاز داشته. بعد از اینکه الکس به این تعداد قتل اعتراف کرد، بهش گفتن که پاشو با هم بریم پارک بیتسا، اینا رو برامون صحنه سازی کن و رفتن. و الکس شروع کرد به توضیح دادن که چیکار کرده، چه جوری حمله می‌کرده و پلیس ها تعجب میکردن که چجوری این همه جزئیات یادشه. یه چیزی حدود 40 ساعت فیلم ازش گرفتن که، یعنی اگه بخوای حساب کنی فکر کنم برای هر قتلی نیم ساعت وقت میذاشته، 40 دقیقه وقت داشته که مثلا صحنه سازی میکرده که چیکار کرده. و خب یه سری فیلم ها از این صحنه سازی ها وجود داره که من داخل اینستاگرام و داخل تلگرام براتون آپلود میکنم حتما. الکس خیلی زود راهی دادگاه شد و دادگاهش 46 روز طول کشید. در دادگاه گفت من خدام، من میتونم برای زندگی آدم ها تصمیم بگیرم، اینکه فلانی زنده بمونه یا زنده نمونه، اگه من خدا نیستم پس چیم؟ و اصرار داشت که من 64 تا آدم کشتم، ولی دادگاه میگفت که ما هیچ مدرکی نداریم که تو 64 نفر رو کشتی و ما نمیتونیم ثابت، ما میتونیم 49 تا قتل رو بهت بچسبونیم. الکس میگفت که فقط همین نیست که من آدم ها رو کشتم انداختم توی فاضلاب، نمونهش این که من رفتم طبقه بالاییمون، همسایمون، باش مشروب خوردم، صحبت کردیم با هم، بعدم نزدیک بالکن نشسته بودیم، من از بالکن انداختمش، خب اینم قتل حساب میشه، من کشتمش. یا این که من یه بار یه تفنگ خریدم که مثل چی بود، مثل مداد بود و یه بی خانمانی رو دوبار بهش شلیک کردم، رفتم اون مقوایی که روش انداخته بود و برداشتم، دوبار بهش شلیک کردم، دوباره مقوا رو گذاشتم. خشنه اینگاه مثلا میخوایی پیفاف بزنی به یه حشره مثلا برداشته زده من گذاشته دوباره. بنده خدا، خدا حالا بیام برداشت. و الکس میگفت که اینا رو هم باید حساب کنیم و دادگاه میگفت که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. میگفت من میخوام رکورد قاتل مورد علاقه‌مو بزنم. چیکاتیو 54 نفر رو کشته، اگه شما 64 تا نکنین قتل منو و 49 تا حساب کنین، من از اون کمتر میشه تعداد قتلم. والله منو آزاد کنین چند تا دیگه بکشم برمیگردم. آره رکورد میخوام بزنم. در تمام طول محاکمه که الکس قرار بود بشه، در طول محاکمه الکس توی قفس شیشه‌ای نگهداری میشد و هیئت منصفه فقط 3 ساعت وقت صرف کردن و در مورد الکس تصمیم گرفتن. اون رو به حبس ابد محکوم کردن و 15 سال انفرادی.
من یک مستند در موردش دیدم، هرچند که زبانش آلمانی بود ولی خب خیلی جالب بود. حالا براتون تو کانال تلگرام میذارم که لینکش رو اگه خواستیم ببینین. اینا رو یه جایی نگهداری میکنن، الکس و یه تعداد دیگه قاتل زنجیری و مافیا، که توی اون زندان فقط 305 تا زندانی دارن و اصلا روستایی که اینا زندگی میکنن به خاطر همین زندان ساخته شده و کسایی که تو اون روستا هستن فقط همین کارمندای زندانن. جاییه که میگن به قدری سرده که تو اصلا نمیتونی حتی نفس بکشی توی سیبری، و زمستونا خیلی سرد، تابستونا کوتاه، روزا کوتاه کوتاه. و جایی که الکس زندانی بود 15 سال اولش و انفرادی، اینا رو حسابی درستشون کرده بودن. یعنی هواخوری که داشتن اصلا عجیب و غریب بود و به نظر من خیلی محاکمه سنگینی بود براشون. یعنی اصلا بعضی وقتا فکر میکنی که حبس ابد برای بعضیا از اعدام واقعا بهتره، واقعا بدتره از، یعنی که بیشتر فشار میاد بهشون. منظورم شما همینو دریافت کنی که انگار حبس ابد بهتره. منظورم من که واقعا حقش بوده و اینکه فقط واسه من مسخرگی داستان اینجایه که یعنی چجوری مثلا اولی که این همه آدم رو کشتش، یعنی همینجور ول بود تا این همه آدم رو کشت، بعد یه هایی گرفتن انقدر سخت. من میگم آقا از اول مثل آدم بگیرید بندازه زندان. بهت گفتم به خاطر تغییر حکومته، به خاطر اینکه ببین اوضاع شما فکر کنی یه انقلابی داره اتفاق میفته، یعنی همه آدمای به درد بخور و باهوش و مثلا درست حسابی درگیر جنگ و انقلاب کردن، ولی بقیه نخالا همه تو کارهای زندان. آره دیگه، به خاطر همین بوده و شما اینو فکر کنیم. ولی واقعا من این مستندو که دیدم خیلی جالب بود از نوع نگهداری اینها. مثلا دستای اینا چون آدمای خطرناکیان، سه تا در داشت، یعنی مثلا به این راحتی نبود که اون بتونه از در زندان بیاد بیرون. و من داشتم فکر می‌کردم اگه مثل خیلی از جنایتکارای دیگه بخوام مثلا زمینو بکنم به یخ میرسم. آره دیگه، میام مثلا می‌خورم به یخ. بعدش هم دوره مثلا اون چیام که زندانیام که بودش همش سگای وحشی بودن. آره اینم این نکته جالبی بود. بعد دوباره بیرونش هم مثلا چند تا لایه فنس بود که مثلا بعد از اونا بخوان رد بشن. یعنی قشنگ، یعنی به هیچ وجه قابل رد شدن نیست. راهی ندارن. بعد همه اینا رو بذاریم کنار، یه خانم پیدا شد، فکر کنم اسمش ناتالیا بود. این خانم ناتالیا یه مستند دیده بود در مورد جنایتکارا، یه دل صد دل عاشق این آقای الکس شده بود. لباس عروس پوشید و گفت من میخوام باهاش ازدواج کنم و گفتم یه وقت زندم. یه مدت با هم نام نگاری کردن، ولی رئیس زندان و اون که کارمندای زندان دیگه اجازه ندادن با هم در ارتباط باشن. ولی خب خودشو عروس اون مرده میدونه و میگه که من قبل از اونم به قاتلای زنجیری دیگه نامه نوشتم که باهاشون صحبت کنم ولی موفق نشدم، ولی من عاشق این الکسم. حتی گزنه آخرش بوده دیگه، گزنه آخر بوده دیگه، سیم آخر، و حتی خالکوبی زده رو بدنش از الکس. من واقعا اصلا بعضی آدم میمونه عجیب غریبم واقعا، چی میتونم. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه، آدم جالبی بود. حتما به قاتلای زنجیره دیگه هم میرسیم و در موردشون صحبت میکنیم. ممنونم بابت کامنت های قشنگی که میذارین. بعضی وقتا نمیتونم محبتتون رو باید چجوری جبران کنم، ولی بازم میگم اگه میخواین از ما حمایت کنین باید ما رو سابسکرایب کنین، کامنت بذارین برامون و لایک کنین. ممنونم که همراهمونیم تا ویدئوی بعدی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.